سلام دوستان خوبم، من آرمین زایدی هستم. به ویدیو جدید من خوش اومدید دوستان. این جدای فالن اوردر هست از نوع استار وارزش. همتون فکر کنم دیدید اینو چند بار توی گیم پس، ولی سرسرکی ازش رد میشید و زیاد بهش توجه نمی کنید، در حالی که گنجینه بسیار بسیار با ارزشی است. این گیم خیلی خیلی تو رسانه ها، تو انواع رسانه ها اینو نوشتن 900p. خب و هممون میدونیم، حالا یه شناخت خیلی قبلی ازش داریم که مثلا 7-8 ماه پیش یهو تو کل سوشال مدیا پیچید که اونا 4K اجرا میکنن، حالا سریز ایکس و PS5 این چرا 900p اینا. خب خلاصه خیلی اخبار و حواشی دور برای این گیم زیاد بود و هممون میدونیم که 900p. خب الان چیزی هم که من میبینم قطعا 900p. شرکت سازنده این گیم ریسپاون هست. ریسپاون همون سازنده ایپکس لجندزه که همه تو مطمئنم بازیش کردید یا اسمشو شنیدید، که تایتان فال و ایپکس رو ول کرده، اومده به این چسبیده و اینو درست کرده. حالا کارش هم فوق‌العاده عالی بوده. حالا بررسی میکنیم که این اپتیمایز خوبه یا نه، یعنی این 1080 این 900p که الان اینجا میبینیم کیفیتش خوبه یا میتونست 1080 باشه، کنسول چقدر درگیره، همه اینا رو میسنجیم. خب اولین چیزی که میبینیم اینجا اینجا 900p، ولی خوشبختانه یه چیزی توی این گیم خیلی جالبه و نظر من رو واقعا به خودش جلب کرد، این که فیلم گرینش، خب قشنگ توجه بکنید، فیلم گرینش خیلی خیلی تمیز میکنه رزولوشن رو. و چیزی که شما توی فیلم گرین وقتی آن میکنید میبینید، احساس میکنید یه 900p تمیزتره. زیاد نه، یعنی قطعا مثل 1080 که نیست، این 900 دیگه تمام. یه چیزی هم بگم بهتون، 900p نیتیو نیست، 900p داینامیکه، چکر برده. حالا کاری نداریم که چکر بردش ورودیش چنده، آیا 720 ورودیش یا هر چی. اینجا از اینجا میتونید توجه بکنید که چکر برده. من میچرخم اینجا، من کارکتر رو نزدیک میکنم شما ببینید. من وقتی میچرخم یه حاله دور سر کارکتر هست، یه چیزی انگار یه پیکسل های جا میمونن یهو از سر اون شخصیته، چون که چکربورد میاره پیکسل فیک میچسبونه بین پیکسل ها به صورت چیز، به صورت هوش مصنوعی. و اینجا الان اون نرده، اون قفسی که رو زمین میبینید، من نزدیکش میکنم اینو، اگه من نزدیک میکنم شما میبینید که اینجوری برفک ماننده و هی غیب میشه، دوباره میاد غیب میشه خیلی سریع. مثلا فرض کنید توی یه ثانیه 5-6 بار غیب و آشکار میشه. خب اینا همشون نشونه چکر بردن. یادم رفت اولش بگم، ولی خب الان سریعا متوجه شدم و به شما گفتم و بهتون ثابت کردم که چکر برده و نیتیو نیست. چکر برد و بارها توضیح دادم توی ویدیوهای قبل، مخصوصا توی مترو اگزودوس، حتما برید اونجا کامل توضیح دادم، برید ببینید. توی ویدیوی گاد آف وار هم رو PS5 اونجا هم خیلی توضیح دادم در مورد چکر برد. بله دیگه 900p داینامیک و 60fps و 60fps. میریم جنو سایزش هم ببینیم، حالا خالی از لطف نیست، 51 گیگ. حالا گیم سایز بازی میریم تو قسمت فایل اینفو میبینیم اسکارلته. قبل اینکه اپتیمایز براش بیاد دورنگو بود بچه ها، الان که اسکارلته نمیتونیم از حافظه خارجی رو اجرا بکنیم. الان باید ببینیم کجا باید بریم، شیپ و سفینه اینجا. او مای گاد چه افت FPSی، what the. شما ویدیو رو بذاری رو 60fps، خواهش میکنم بذاری رو 60fps و با گوشی نگاه نکنی، با یه تصویر بزرگ مثل لپتاپی چیزی. و الان من میرم داخل اینجا ببینید افت FPSشو. 1, 2, 3. چه معنی میده؟ این اومد رو سی، قشنگ CFPSه. اینجا گرافیک دیوار رو میبینیم که معمولیه، معمولی. چیزی که میگم معمولی یعنی واقعا معمولیه. اینجا دوباره گرافیک میز و چیزایی که روی میزه معمولیه. نمیدونم دیگه، کلن گرافیک معمولیه، چیز خاصی نداره. این جاهایی که اینجا میبینید بچه ها، توی گیم خیلی میبینیم این جاها، جاهایی هستن که میتونید استراحت بکنید. همین که بار واردش بشید جونتون پر میشه. خب و چند تا هم مدیکال به شما میده، حالا هلف مدکیتی چیزی اینا رو به شما میده که جونتون پر بشه و دوباره بتونید ازش استفاده بکنید. خب اوکی، ما ابجکتیو رو گرفتیم و راه افتادیم ببینیم چی میشه.
ببینیم چیا جلو اون سبز میشن. این گیم یه چیزیش خیلی جالبه. خب من عاشق این گیم هم یه چیزایش. روی سریز ایکس خیلی اینو بازی کردم قبلا. دوستان این گیم فوق العاده است. راه ها رو خیلی کم به شما نشون میده. خودتون باید راه رو پیدا بکنید. رمز و راز. پر رمز و رازه. بعضی وقتا مجبورید کل مپ رو دور بزنید. بعضی وقتا نه. همون جایی که احساس میکنید راه نیست، راه اصلیه. خیلی جالبه. مثلا وارد بعضی جاها میشید میبینید 3-4 راهه که یکیشون مثلا به بنبست میخوره، دو تاشون مثلا راه اصلی ان. از کدوم راه برن؟ خب اینا همشون پلیر رو کنجکاو میکنن برای ادامه گیم. مثلا رسیدن به یه جایی دو سه تا راه مختلف داره همیشه توی این گیم. فوق العاده است و هر کدوم از راه‌ها یه نوع تهدیدی هست. یکیشون سخت‌تره، یکیشون ضعیف‌تره، یکیشون اینجوریه کلا. توی راه رفتن معمولی افت FPS های خیلی ریزی هست که مثلا 3 تا 4 تا میاد پایین، ولی توی کابین خیلی زیاد بود. در کل اینو هر کاری کردن سعی کردن این بشه 60 FPS. ببینیم کنسول چقدر درگیره. کنسول خیلی درگیره، خیلی درگیر اندازه مثلا داینگ لایت 2. میتونیم اینو بگیم که مثلا اندازه داینگ لایت 2 درگیره. اینجا اوکی، مثلا یه بعضی جاها میبینی یهو میری روی یه چیزی، الان دوباره لگ گرفته کنم به خاطر لود و سیوه. بعضی وقتا میبینی میری یه جاهایی که راه اصلی نیست و کلی از راه اصلی تو رو دور میکنه. الان من نمیدونم این راه اصلی فرعی اشتباه درسته، اصلا اینا رو نمیدونم. به به افت FPS و این بازی به هیچ عنوان ثابت نیست FPSش، به هیچ عنوان. اینو کاستومایز کردیم دیگه توی کابین، اینو نمیخوایم اصلا. بریم ادامه بدیم. انمی هایی هم که توی این گیم میبینید اینا همون انمی هایی هستن که توی فیلمش بارها دیدیم. موسیقی گیم دقیقا مثل فیلمشه. اینجوری بالا میره. من یادم رفته بچه ها، خیلی وقت بازی نکردم. انمی یه قدرت هایی هم داره که وقتی آرتیو میزنی ببینید پرت میکنه انمیو. مسلس میگم. وای چیزه، حملات سنگینه و ایکس حملات سبک و البی هم که حمله رو دفع میکنه. واه چقدر باحال فایتش. حمله رو دفع کن، ولی یه چیزیش جالبه که همیشه حمله رو دفع نمیکنه. فقط وقتایی که سر موقع بزنی. نایس. فایتش خیلی باحاله بچه‌ها، خیلی. اگه بخوایم در برابر سریز ایکس مقایسهش بکنیم که این کار اشتباهه، سریز ایکس خیلی خیلی برتره. دو تا مود گرافیکی داره، یکشون کوالیتی، یکشون پرفورمنس، که پرفورمنسش تازه میشه 4K داینامیک 60 و نیتیوش میشه کوالیتی، یعنی 4K نیتیو CFPS میشه کوالیتی سریز ایکس. خیلی خیلی عالی اینو اجرا میکنه و واقعا قند و نباته. اینجا هم سعی کردن خیلی خیلی جالب اجرا بشه، ولی هم افت FPS های بعضی وقتا هست که اون افت FPSی که مربوط به لود و سیو گیمه توی سریز ایکس هم من احساس کردم قبلا، اینم یادم رفت بگم. ولی بعضی افت FPS های من اینجا میبینم توی فایت و وارد مثلا اون کابین شدم که توی سریز ایکس اصلا اینجور افت FPS ها رو من نمیبینم. مثلا توی کابین The Jedi is here. همه تون برید بمیرید. ببینید خیلی جالبه، من میتونم تیر اینو باستاب بدم به خودش. خیلی جالبه اینجاش. خب من اصلا نمیدونم کجا دارم میرم، فقط میرم. اوکی افت FPS. وای خدای من، الان روی 40 35 روی 40 یا 35 الان 40 یا 35 من کاراکتر رو نزدیک میکنم ببینید چکر بردشو که چقدر این پیکسل ها رو پرت میکنه به سمت بیرون. اصلا ببینم دارم راه رو درست میرم یا نه. نه من کجا دارم میرم بچه ها؟ من باید میومدم اینجا. What the hell.
خودمو میرسونم به اونور، از اینجا رد میشه لوله که روبروی خودمون میبینیم. خب اینجا من جونم پر شد، یعنی جونی که میتونستم استفاده بکنم. دیپد بالا رو میزنی متکیته و استفاده میکنه. دارم درست میرم؟ آره. با استفاده از این لوله باید اینجا وارد آسانسور بشم اگه درش باز باشه. از اینجا میام اینجا دوباره و خودمو میرسونم به اینجا. نه اینجا نیست، اینجا نیست. حالا اینجا رو من ادامه میدم ولی مطمئنم اینجا نیست. مرتبا من افت اف پی اس میبینم اینجا، مرتبا. اوه اوه این کیه خدای من؟ یه ضربش کردم. بارو بابا گورتو گم کن تو رو خدا. نکنه از اینجا باز. اوه یادمه اینو. بعد یه سال من اینو یادمه که از این جا میتونستم رد بشم. توی یه سیاره کشیک سه تا وای داره، نمیدونم یعنی چی. خب از اینجا فقط مونده بیام اینجا و از اینجا بیام اینجا، دوباره بیام اینجا و حالا ببینم میتونم یا نه. امتحانش میکنیم. خب الان کجا باید برم؟ این آسانسوره منو کجا میبره نمیدونم. سلایس سلایسش کنیم باز بشه. اوکی. عجب افت اف بی اسی پشمام. خیلی افته دیگه، خیلی رو اعصاب افت اف بی اسش انصافاً. اینجا بازم انمیه. وای باس فایت. بابا چی میگی تو ربات گنده بی همه؟ نه 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 من غلط کردم. بیا بیا پایین. باید بهت برسم. یه ضربه سنگین نمورد. کاری کردم تیر خودش به خودش بخوره، باستا بهش دادم. خیلی عالیه، خیلی حال میده این گیم. فایتش که بی نظیره. خیلی هم سخت درستش کردن عمدن مثل دارک سولز اینا. اگه من آر بیو بزنم اینجوری نگه میداره تایمو. اینجا هم که پر انمیه دوباره. سلام. افت اف پی اس خیلی زیاد. این حتی انمی... ببینید اینا هم انمی منن هم انمی اونا. این الان نمیدونه منو بزنه یا اون جونوره. بابا ولم کن، اونو بزن اونو. این آتیشه نمیشه کاریش کرد. فعلا بزنش اینو، بخورش اینو، بعد منم میام تو رو میزنم. این باگه بچه ها، باگ رو ببینید. ببینید بچه ها اینو، این باگه، این اینجا وایستاده باگه. عجب باگی. تو بیا میدونم چجوری بکشمت. بزن بزن شلی کن. خیلی جالبه. تو هم شلی کن. به همین سادگی. اینو فکر کنم باید فرار میکردم سمتش و بله. نه برو 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 برو. خب فکر کنم دارم راه رو درست میرم. بله. التیو نزنی باختی، افتادی پایین. التیو حتما باید بزنی.
بله به همین سادگی. همشون فقط ضربه سنگین. خیلی جوابه، خیلی افت FPS بنازم. از اینجا چجوری رد بشم؟ اصلا راهی که باید من برم اینجا نیست که، ولی مجبورم اینجا رو حتما برم. آها خب من الان جونم رو پر میکنم. خب صفر صفر مدکیت من دارم، هیچ مدکیتی ندارم. میام اینجا و مدکیت هم پر میشه بچه ها. یه دونه رست میزنم، تمام، کافیه یه دونه رست بزنم بچه ها. یه دونه رست میزنم و میام بیرون، هم مدکیت هم پر شد هم جونم، به همین خوشمزگی و سادگی. خب دوباره من آخه نمیخوام بیام اینجا، میخوام برم اون زیر. اینجا رو من چجوری باید برم؟ نمیدونم. حالا میریم. اینا خیلی رو اعصابن بچه ها. اینا خیلی رو اعصابن، خیلی. اوه نصفش کردم. چقدر فیزیک گیم خوبه، فیزیک گیم خیلی خوبه، فیزیک فایتش واقعا حال میکنم باش. من اومدم کجا؟ من اومدم اینجا، ولی فکر نمی کنم راه اصلی باشه. بچه ها همینجوری که میبینید من دهنم سرویس شده، نمیتونم راه اصلی رو پیدا کنم. این گیم اینجوریه، ساعتها پاش میشینی تا بتونی یه دونه راه رو پیدا بکنی، و وقتی راه رو پیدا میکنی خیلی خیلی دیگه میچسبه. واقعا دیگه بازی گادیه. حتما بهتون پیشنهاد میکنم بازی کنید. ممکنه روی سریز اس یکمی شما رو ناراضی کنه، ولی روی سریز ایکس خیلی خیلی راضی کننده است. گرچه اونایی که به چکربورد و نیتیو و اینا اهمیت نمیدن، به اف پی اس زیاد اهمیت نمیدن، برای اونا ممکنه خیلی خیلی جذاب باشه. پس اگه شما سریز اس هم دارید این بازی رو میتونید دانلود بکنید، ولی از اونجایی که حجم بازی 51 گیگه، من میگم نسبت به این که نسبت به حجمش اگه میخواید دانلود کنید، اگرم میخواید نه دانلود نکنید. اگه سریز ایکس دارید قطعا دانلود کنید، ولی روی سریز اس نمیدونم ارزشش رو داره یا نه. هدف منم این نیست که من تصمیم بگیرم، اومدم شما خودتون چیزایی که گفتم تصمیم بگیرید با حرفای من. دمتون گرم که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. لایک، سابسکرایب، حمایت از من، دمتون گرم، خیلی خیلی عشقید. تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بای بای.